عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان به کانال نکس لول خوش اومدین احسان هستم امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت بکنم و اونم اینه که هر چی زودتر حساب بانکیتون رو تو نروژ باز بکنید حالا چرا این موضوع خیلی مهمه توی نروژ همه چیزهایی که اطرافمون هست از هر خدماتی بخوایم استفاده بکنیم اینترنتیه بخوایم حتی قرارداد امضا بکنیم میشه گفت بیشترش حالا چیزه کرده اول من چند ماه اینجا هم تجربه کردم یا دیدم اینترنتیه یه اپلیکیشن رو بخواید نصب بکنید اینترنتیه خیلی یه وقت دکتر یه وقت دکتر اگه بخواید بگیرین اون هم اینترنتیه بنابراین بهتره بعد از اینکه وارد نروژ شدین رفتین اداره پلیس و کارت اقامتتون براتون اومد و کنار اون شما رو ثبت کردن توی ثبت احوال نروژ حالا نشنال رجیستری بهش میگن و یه شماره برگه ای اومد که روش نوشته شما ثبت شدید و این شماره ملی شماست بعد از اون سریعا اقدام کنید واسه باز کردن حساب بانکی هر کاری که بخواین بکنین اینترنتی و اکثر کارها حتی گرفتن وقت دکتر تعویز دکترتون و هر چیزی که حالا من تو ویدیوهای آینده هم راجع به این موضوع صحبت میکنم نیاز داره به اینکه شما یه هویت اینترنتی معتبر داشته باشین که یکیش از طریق حساب بانکی تونه راه های دیگه ای هم داره که اون راه ها راه های پولی هن حساب بانکی با داشتن حساب بانکی شما این ویژگی رو دارین بنابراین امروز میخوام راجع به باز کردن حساب بانکی صحبت بکنم که خیلی مهمه چه زودتر این کار رو انجام بدین اما واسه باز کردن حساب بانکی نیاز به این هستش که شما پاسپورتتون که همراهتون هست یه کپی ازش داشته باشین و اینکه کپی هم حتی اگه باشین تو خود بانک اگه برین کپی میگیرن و اینکه اون شماره ملی و کارت اقامتتون اومده باشه با داشتن اینا شما میتونین حساب بانکی باز بکنید خب اگه بخوایم حساب بانکی باز بکنیم بانک های مختلفی هستن اما خودتون میتونین یه سرچی بکنین راجع به بانک ها. من یه سرچ کوتاهی کردم و از دو سه نفرم پرسیدم چند ماه هم اینجا هست که هستم و اطلاعاتم خیلی زیاد نیست اما در این حد میدونم که گفتم باید بهتون بگم زودتر حساب بانکی رو باز بکنین و اگه میخواین زودتر باز بکنین و فعلا اطلاعاتی ندارین من دو تا بانک رو بهتون پیشنهاد میدم یکیش بانک اسپار بانک این یا یک هستش یکیش هم بانک DNB هستش میتونین توی اینترنت سرچ بکنین فرق این بانک ها چیه و کدوم رو ترجیح میدین که حساب توش باز بکنین میتونین تو هر دوش حساب باز بکنین و یا من میتونم بهتون بگم که اسپار بانک یک یا این نرخ های ارائه میده مثلا شما زمانی که یک کارت اعتباری از بانک ها میگیرین باید سالانه یه حزینهی به بانک ها بدین اسپار بانک یک هزینه کمتری میگیره مثلا اگه شما برین از این دستگاه خودپرداز بانکتون کارت بانکیتون رو واردش بکنین و بخواین پول بگیرین هر بار که پول میگیرین یه نرخی از شما گرفته میشه یه پولی از شما گرفته میشه که اسپار بانک یک پول کمتری از شما میگیره اما خب از اون طرف بانک دی ان بی برید نگاه بکنین میبینید مثلا خود پردازش مثلا بیشتره اینجا نروژه خود همینجوری همین جوری یا ATM همین جوری نیست همه جا یعنی فکر کنم مثلا دی تو کل ترون ها 14 تا مثلا دستگاه ATM داره یعنی اینم در نظر بگیرین که خیلی زیاد نیستش این دستگاهاشون که شما بخواید برین پول ازش بگیرین اما یه سری فرقایی بین اینها وجود داره معمولا اسبار بانک یک نرخ های ارزان تری واسه خدماتی که ارائه میده داره و معمولا دی ان خب خدمات بهتر و با کیفیت تری میگن ارائه میده من نمیدونم چیزایی که من خوندم و شنیدم نمیدونم چقدر درسته فقط دارم این اطلاعاتو میدم بهتون که بدونین بنابراین حتما سرچ کنین اما این دوتا تا بانک بانکای خوبی هن. به خصوص حالا دی که خیلی معروفه اسپار بانک هم واقعا خیلی معروفه این از این این یه نکته که زودتر زودتر حساب بانکیتون رو باز بکنین یه سری اصطلاحات این وسط هست که حالا بریم جلو نمه نمه من میگم بهتون بذارید از ساده ترین شروع بکنم که خیلی هم میدونین من نمیدونستم من فقط شنیده بودم خیلی نمیدونستم الانم شاید خیلی دقیق ندونم ولی شاید به کسایی که نمیدونن کمک کرده باشم اینه که دو نوع کارت وجود داره یکی کارت اعتباریه یا کردیت کارت که حالا بهش میگن فکر کنم مستر کارت یا یه, یه نوع کردیت کارت فکر میکنم و یه کارت دیگه هست کارت دبیت کارت این همون کارت هایی که ما توی ایران داشتیم حالا من کشور فارس زبون دیگه اگه این ویدیو رو بچه ها نگاه میکنن نمیدونم تو تاجیکستان اینا تو افغانستان حتما اینا آشناترن از ما ایرانی ها با این موضوع ها که این کارت اعتباری یا دبیت کارت که همون کارت ویزا فکر کنم بهش میگن ویزا کارت هم میگن روش نوشته ویزا رو اون یکی نوشته مستر این کارت یه طوریه که مثلا هم کارتی که تو ایران داشتیم تو حساب شما یه پولی هست یه پولی میریزن از این کارت میتونید استفاده بکنید تا زمانی که پول توش هست اما یه کارت دیگه یه کارت مستر کارت عکسش هم هم ببینیم مستر کارت حالا یه قیافه اینجوری هم همیشه روش هست اینه مثلا حالا های مختلف و اون یکی کارت کارت ویزا بود که گفتم این کارت کردیته و ویزا کارتم که یه کارتی که روش نوشته ویزا حالا مثلا این شکلیه ویزا روش نوشته این کارت همون کارتی که ما تو ایران داشتیم تا زمانی که شما توی حسابتون پول هست میتونین از این استفاده بکنین زمانی که نباشه نتون استفاده کنید اما کردیت کارت یه کارت اعتباریه بس به اعتباری که شما دارین بس به مثلا شما چقدر حقوق میگیرین چقدر درآمد دارین و چقدر خرج میکنین یه مقداری اعتبار به شما میدن خب هر که درآمدش بیشتر باشه بعد اعتبارش بیشتر باشه چرا چون که میتونه خرج بیشتری بکنه اعتبار بیشتری داره دیگه قشنگ طرف که بازاریه خب اعتبارش بیشتره شما اون کارت میتونین به این هزینه بکنین زودتر مثلا فکر کنین الان برج یکیم توی امسال و شما میرین این کارت رو هزینه میکنین من دارم راجع به مستر کارت صحبت میکنم که اینه شما میرین میبینین که کارت ویزاتون کارت حالا دبیتتون خالیه میرین از کارت مستر استفاده میکنین و خرید میکنین بس به اعتباری هم که دارین مثلا 2000 یورو توش هست مثلا یه وامی میمونه که ریخته مثلا اون تو میتونین همین امروز برین خرید بکنین اما تو این ماه مثلا از برج یکی مثلا از اول ما فروردین بگم از اول فروردین یا این ور از اول ژانویه من میرم هر روز خرید میکنم تا سیومش حالا بعد هر چقدر خرید کردم تا اعتباری که دارم میتونم از توش خرید بکنم مثلا 2000 یورو اعتبار داره 20000 کرون اعتبار داره من تا 20000 کرون میتونم از تو این خرید بکنم بیشتر از اون نمیشه بنابراین مهمه که ببینن شما چقدر درآمد دارین که چقدر به شما اعتبار بدن بعد از اینکه خرید کردید برج بعد برج دو بر حسب اینکه چه تاریخی رو انتخاب کردین که اینجا بهش میگن دو دیت چه تاریخی رو انتخاب کردین مثلا پنجم دهم 20 م حالا این تاریخ بود که دی بی من ارائه میداد بر حسب این تاریخ ها میتونین پول رو برگردونین به این داخل این کارت مثلا 20000 کرون هزینه کردین حالا میرین و این 20000 کرون رو تا 15ام بهتون وقت دادن که برگردونین مثلا وامی که زودتر گرفتین شما مثلاً ده هم مثلا دهم حقوقتون میریزن بعد میتونید برزید و پول رو برگردونین اما اگه نتونین این کارو بکنین این پول برگردونین هر چقدرش تونستین برگردین یه قسمتشو نتونستین. اون قسمتی که مونده روش سودی تعلق میگیره حالا نمیدونم نرخ سوداشون چقدر فکر کنید مثلا 10 در درصد نمیدونم این سود رو روی اون پولی یه میاد و شما باید برج سوم تو همون تاریخ 15 هم اون پول رو برگردونین با سودش اگه نکنین دوباره روی اون سود میاد تا برج بعدی حالا اینا فکر کنم یه تای تاریخ اینجوری هست بنابراین حواستون باشه که از این کارت هم چجوری استفاده بکنین این یه اصطلاح ساده ترینش که خیلی میدونن حالا گفتم کسی که نمیدونه فرق این دو تا کارت شما میتونید از هر بانک درخواست این دوتا کارت رو بکنین واسه اینکه کارت اعتباریتون رو بگیرین یا همون دیبیت یا ویزا رو بگیرین اینطوریه که شما نگاه میکنن که چقدر پول واسه میاد دیگه اینکه هیچ میتونید درخواست بدین و هم کارت رو بگیرین اما واسه اینکه کارت کردیت رو بگیرین یا مسترکارت رو بگیرین نیاز به اینه که شما فیش حقوقیتون رو بفرستین و بگین که کجاها دارین خرج میکنین چقدر درآمد دارین تا بر حسب این به شما یک اعتباری بدن که شما بریزن اون اعتبار رو توی اون کردیت کارت و اینکه هر کدوم از این کارتا که میگیرین اینطوریه که باید یه پولی سالانه بدین مثلا حدود 250 کرون به اسم که حالا چه بانکی هستین و چه کارتی گرفتین هزینه هر کدوم از این کارت هست مثلا حدوداً بنابراین اگه نیازی به کردیت ندارین الان خب میتونید نگیرین که به خود 25 یا 25 یورو مثلا ندید مثلا یه کارتی و یه نکته دیگه که وجود داره بانک های مختلف آفر های مختلفی میدن پیشنهاد های مختلفی میدن واسه همین میگم بعد برید نگاه کنید مثلا دی به شما بیشتر میخورید یا اسپاره اصلا میتونید جفتش هم داشته باشین کارت ازشون نگیرید مثلا حساب باز بکنید توی اسپاره بانک ولی کارتی ازش نگیرید فقط حساب داشته باشین پول کارت رو نمیدین اما آفرای خوبی میدن سری بانک ها مثلا شما اگه سنتون تا 28 سال باشه تا 30 سال باشه یه شکلی باشه یا میبینید مثلا به شما مسترکارت جوانان رو میده مثلا اسفاره خب کارت جوانان چیه؟ اینجوریه که شما کارتتون رو رایگان میتونید بگیرید نیاز نیست هیچ پول سالانه بدین مثلا بعد بریم بخورین آفراشون رو جایی که من چیزی که یادم میاد مثلا اینطوریه که زمانی که از کردیت کارتتون همون کارت کارت اعتباریه باسه این بانک استفاده میکنیم یه سودی از هر خریدی که میکنین میاد واسه شما سیو میشه مثلا شما هزار یورو خرید میکنین یهو میبینین 10 یورو میاد تو حسابتون به خاطر خریدی که کردین بنابراین آفرای بانک ها رو هم برین بخونین تا بتونین بانک خوبی رو انتخاب بکنین گفتم میتونین توی چند تا بانک حساب داشته باشین ازش کارت نگیرید که نخواهید پول کارت بدین از اونی که بهتر به شما مثلا آفر میده از اون برید کارت بگیرید این, هم این نکته اما این دوتا بانکی که من امروز میخوام صحبت بکنم راجع بهشون یکی بانک دی ان یکی بانک اسپار بانکه خب واسه اینکه ویدیو طولانی نشه من اینجا ویدیو رو قطع میکنم تو ویدیو بعدی شروع میکنم به اینکه بگم چجوری حساب باز بکنیم توی این دوتا بانک ممنون از اینکه تماشا کردین این ویدیو رو امیدوارم ویدیو بعدی رو ببینین و استفاده کرده باشین خدافظ